یو پسر به بی اس گیم شو خوش اومدین. توی ویدیوی امروز قراره بریم سراغ دو روش سانتر نمایشی که یکیش خیلی به دردتون میخوره، اون یکی صرفاً جنبه نمایشی داره. کلن توی فیفا 23 هم خیلی راحت تر نسبت به فیفا 22 میشه از روی سانتر از کناره های زمین گل زد، پس حتما بهتون پیشنهاد میکنم رفتن به کناره های زمین و سانتر کردن توپ حتما جزو برنامه هاتون برای گل زدن توی فیفا 23 باشه. بدون معطلی بریم سراغ اولین سانتر جدیدی که اومده به بازی، یعنی سانتر بیرون پا. اگه فیفا 22 رو بازی کرده باشید میدونید که بیرون پا زدن چه مکافاتی بود داخلش، ولی اینجا توی فیفا 23 بیرون پا نزدن مکافاته و کلن بازی خیلی علاقه زیادی به بیرون پا زدن نشون میده توی فیفا 23، که خب هم خیلی خوشگله و هم به شدت دقیقه. برای زدنش هم به بازیکن خاصی نیاز ندارید، ولی اگه بازیکنی که ازش استفاده میکنید اسکیل اوتساید فوت رو داشته باشه، خب خیلی بهتر و دقیقتر این ضربه رو میتونه بزنه. برای زدنش اول باید توپ رو به کناره های محوطه جریمه ببرید، بعد نسبت به دروازه یه مقدار زاویه بگیرید، بعدش باید L2 یا LT رو نگه دارید و دکمه سانت رو بزنید تا توپ به صورت بیرون پا برای مهاجماتون ارسال بشه. برای قدرت سانترم ترجیحاً 3 بار پر کنید. حالا میرسیم به سانتر رابونا که توی سالهای دورتر مثل فیفا 18 داخل بازی بود، ولی داخل فیفا 22 اصلا نمیشد رابونا سانتر کرد. توی فیفا 23 دوباره به بازی اومده رابونا. اول قبل از اینکه بهتون بگم چطوری بزنیدش، باید بازیکن درستی برای این کار رو انتخاب کنید. بازیکنی که ازش استفاده می کنید باید حتما اسکیل فلیر رو داشته باشه تا بتونه این کار رو انجام بده. برای اینکه بازیکنتون رابونا سانتر کنه باید توی شرایطی قرار بگیره که مجبور بشه رابونا سانتر کنه، چون همونطور که گفتم بازی علاقه خاصی به بیرون پا زدن داره و اگه جهت بدن بازیکنتون اشتباه باشه بیرون پا توپ رو ارسال می کنه. حالا زاویه بدن بازیکن باید کدوموری باشه؟ بهترین موقع برای زدن رابونا زمانیه که بازیکنتون جهت حرکتش به سمت نقطه پنالتی باشه. اون موقع باید L2 یا LT رو نگه دارید، بعد توپ رو سانتر کنید. فقط اگه دوست دارید جنبه فانتزی کارو بالا ببرید، پیشنهاد میکنم بهتون که وقتی میخواید شوتو بزنید L2 یا LT رو نگه دارید تا با برگردون دروازه حریفتون فرو بریزه. خب بچه ها، این بود از ویدیوی امروز. توی سانتر بیرون پا توپ خیلی دقیق تر ارسال میشه نسبت به سانتر رابونا. حواستون باشه که بیشتر رابونا جنبه نمایشی داره و بهتر اگه دنبال دقت بیشتر هستید سانتر بیرون پا رو انتخاب بکنید. تا ویدیوهای بعدی، catch you later boy.